از دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا دعوت کردیم تا تحلیل ایشان را پیرامون این موضوع جویا شویم. آقای دکتر افضلی سلام و عرض ادب و تشکر از شما. آقای دکتر، به نظر شما ادعای طالبان مبنی بر دستگیری عوامل قتل عام و شهادت شیعیان هزاره در هرات واقعیه و آیا این گروه در مبارزه با تروریست و رعایت حقوق شیعیان تا به حال موفق بودند و یا اینکه خبر این خبر فقط ادعایی برای کاستن از موج احساسات و اعتراض هاست؟ بفرمایید آقای دکتر. با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. ممنونم. در مورد این خبر، خب طالبان در چندین حادثه که اتفاق افتاده مدعی شده که افرادی را دستگیر کرده که مرتبط با گروه های داعش بودن، اما تا اکنون بر خلاف سایر دستگیری ها که تصویر افراد و اعتراف اونها را نشون میده، هیچ نوع تصویر و اعتراف و گزارشی در مورد اونها منتشر نشده که اینا کی هستن، چطور گرفتن، آیا واقعیت دارن یا خیر، هیچ گزارشی وجود نداره. بنابراین اینها این پیام را داره، در کنار اینکه همیشه گروه طالبان همونطور که شما گفتید موجودیت حضور گروه های تندرو مثل داعش رو انکار میکنن، بنابراین این پیام رو برای ما میده که این افراد اعضای خود گروه طالبان هستند که این عملیات ها رو انجام میدن، به دلیل اینکه ما شواهد و یا ظواهری بر این نداریم که ببینیم و بدانیم که این فرد داعش است یا طالبان است. و در طول سالهای گذشته هم دقیقاً مثل همین عملیات ها رو که اینها انتصاب به داعش میدن خود گروه طالبان انجام میدادن و تمام عملیات هایی که صورت میگیره دقیقاً مانند عملیات هایی است که گروه طالبان در 20 و چند سال گذشته انجام دادن. و همه اینها به یک طرف چه که تفکر و اندیشه طالبان هست، در واقع همان اندیشه و تفکر سلفیگری و گروه های وهابی است که اونها دارن اجرا میکنند و انجام میدن. بنابراین خود گروه طالبان مبدا و منشأ افکار تروریستی هست و اینها گروه های مختلف تروریستی را در افغانستان مستقر کردن و از اونها حمایت میکنند. بنابراین این تفکیک قابل قبول نیست. همونطور که خود طالبان فعلا هزاران مدرسه دینی رو ایجاد کردن، خب طبیعی است که از تعدادی از این دانشجویان دینی یا مدارس دینی تبدیل به گروه های تندروتری میشن که ممکن است اقدامات را علیه اقلیت های مذهبی انجام بدن. و در کنار این، همونطور که در گزارش های قبلی هم بود، والی هرات که فعلا هم استاندار هرات هست، ایشان بان که یکی از رهبران طالبان هست، در تمام سخنرانی ها و نوشته ها و جمله کتابی که ایشون منتشر کرده، گروه شیعه رو یک گروه رافضی و به نحوی در اونجا مطالبی رو نوشته که تشویق میکنه گروه های تندرو، نه حتی خود اعضای طالبان رو که برای علیه شیعیان اقدامات مانند انتحار و کشتار اونا رو انجام بدن و اینها را قرین به ثواب میدونن و مخالفت با اون ندارن. بله، با تشکر از دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین که از ایتالیا دعوت ما را پذیرفتند و تحلیل خود را پیرامون این موضوع ارائه دادند.